سلام به دوستای عزیز، وقتتون بخیر. امروز هم اومدیم گالری آ سر وقت یکی از لوکس ترین ماشین های موجود تو بازار که همین یه دونه ازش هست. حالا در ادامه به بررسی این ماشین میپردازیم. امیدوارم از این گزارش خوشتون بیاد. مرسی. دوستای عزیز، همونطور که گفتم ما میخوایم بریم سر وقت این ماشینی که اینجا میبینید، جگوار XJL. البته این پشت سر من، این منم که میبینید، یه BMW سری 7 داریم. رنگ بسیار زیبایی داره، ایندیویژوال هم هست، یه دونه دیگه هم اینجا هست. این رنگ این که اصلا فوق‌العاده است. اما خب ما سر وقت این دوتا ماشین نمیریم، بلکه میخوایم بریم سر وقت این جگوار زیبا و دوست داشتنی که اینجا میبینید. مدل 2012 هم هست، تا اونجایی که من میدونم همین یک عدد تو ایران پلاک ملی شده. جگوار XJ، نسخه XJ معمولی و لانگش، یه چند دستگاهی به صورت گذر موقت وارد کشور شده بود و یکی دو تاش هم فکر کنم توی مناطق آزاد هستن، ولی خب این تنها نمونه پلاک ملیه و واقعا ماشین ارزشمند. من یه توضیح کلی در مورد جگوار XJ بهتون بدم. این سدان لوکسی که اینجا میبینید تو سگمنت سدان‌های فول سایز و لوکس قرار میگیره، یک جورایی رقیب BMW سری 7 و مرسدس بنز اسکلاس هم که اون ته نمایشگاه مشاهده میکنید. جگوار XJ از سال 1968 تولید شده تا سال 2019. همینطور که گفتم این ماشینی که اینجا میبینید مدل 2012، با موتور 6 سیلندر 3 لیتری سوپر شارژ. البته مدل های قدرتمندتر این موتورهای 8 سیلندر 5 لیتری سوپر شارژ هستند که خب دیگه اون اصلا داستانش واقعا فرق. خب جگوار XJ مورد نظر که بهتونم که گفتم نسل چهارم هست، با کد اتاق X351 که از سال 2010 تا 2019 تولید شد و بعد از اون دیگه اصلا کلا خبری از تولید این ماشین نشد. چرا که مد نظرشون این بود که میخواستن به صورت برقی این ماشین رو تولید کنن، اما یعنی الکتریکی، اما کلا برنامه کنسل شد و هیچی دیگه. این ماشین هم به خاطره ها پیوست. اجازه بدید اول سویچ باند پیچی شده این ماشین رو بهتون نشون بدم که اینجا میبینید در ماشین باز، خدا رو شکر. داخل ماشین رو اول بشینیم ببینیم. کابین جگوار واقعا کابین لوکس و با کیفیتیه. ببینید در همون بد و ورود قشنگ حس میکنید که دارید سوار یه ماشین لوکس و کلاسیک میشید. ببینید لوکس و مدرن میشه مثل این، میشه مثل این سری 7، ولی لوکس و کلاسیک میشه مثل این جگواری که اینجا مشاهده میکنید. خب ما بشین داخل کابین. این از این کتونی من، اگه میبینی صدا میده، کتونی همو جدید گرفتم. دوستان کتونی باز میدونم من خیلی عشق کتونی هم و اینا رو از پیج ویکی کیکس گرفتم. پیجشون پیج باحالیه، جنس اورجینال بهتون معرفی میکنن و همه کاراش اورجیناله و اینکه تو کمتر از 48 ساعت این کاری که مد نظرتون هست رو به دستتون میرسونه. این کتونی هم بهتون بذار بگم که اسیکس نیمباز هست، واقعا سبکه. خب بریم حالا سر وقت این جگوار. همینطور که میبینید یه نکته خیلی 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 جالب داره این ماشین و اونم این که دور تا دور کابین یه نوار چوبی شکل هست
که واقعا بذار من عقب کابینم بهتون اینجا نشون بدم ببینید که واقعا حس کلاسیک بودن رو براتون به ارمغان میاره و ایجاد میکنه و قشنگ حس میکنید. کیفیت کابین، کیفیت متریال واقعا عالیه، واقعا عالیه. از این چرم روی کنسول بگیر تا این چرم روی صندلی ها و حتی این چوبی که اینجا میبینید، این چوبش خیلی قشنگه، خیلی کیفیتش خوبه. اصلا کلن کیفیت کابین جگوار فوق العاده است. میگم ماشینی که رقیب آودی A8 و مرسدس بنز اسکلاس و سری 7. خب من الان میخوام ماشین رو روشن کنم. دکمه استارت سویش توی جیبمه. همینطور که میدونم صفحه کیلومتر دیجیتالیشه، خیلی قشنگه، خیلی. بذار من کاپوتو باز کنم ببینیم زیر این کاپوت چه خبره. ضبطو کم کنیم. اینم از موتور 6 سیلندر سلیتی سوپرشارژ جگوار XJ مورد نظرمون. من در مورد این موتور بهتون بگم که 335 اسب بخار قدرت و 450 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. شتاب 0-100 این ماشین هم به لطف بهره‌اندازی گیربکس 6 سرعته 5.9 ثانیه است. البته جگوار XJ که اینجا میبینید، یعنی کلا این نسخه، حد اکثر سرعتش به 250 کیلومتر بر ساعت محدود شده ها، اینم در نظر بگیرید. و یه نکته دیگه این که تو سال 2013، یعنی نسخه 2013 به بعد رو گیربکس های 8 سرعته استفاده کرده. این دیگه من گیربکس، یه موتور 6 سیلندر، صدای خیلی نرم، خیلی آروم، جگوار دیگه. این هم لوگوی معروف جگوار. همینطور که میبینید یه جلو پنجره بسیار بزرگ که واقعا جلب توجه میکنه و تو همون نگاه اول اصلا این جلو پنجره شما رو مبهوت خودش میکنه. خب من این کاپوت رو ببندم بریم سر وقت بقیه یه داستان. این از نمای داخلی. بذار من بشینم تو اینجا بهتون میگم چی داریم چی نداریم. با این دکمه که میتونید، بذار من این صدر زفت رو کم کنم، در ماشین رو باز و بسته کنید. منو ببینم این چیه. آها، این برای سیستم گرمکن و سردکن صندلی ها. این دکمه، با این دکمه میتونید وارد منو شید. ببینم تاچه، بله تاچم هست. بعد دیگه نویگیشن که اینجا کار نمیکنه. سیستم تهویه که باز اینجا کار، چرا سیستم تهویه کار میکنه؟ چرا من میگم الکی کار نمیکنه؟ سیستم تهویه 4 نقطه ایه، یعنی اینجا و دو تا سنشینا عقب میتونن سیستم دمایشون رو هر جور که خودشون میخوان تنظیم کنن. بعد اینجا برای هم سیستم تهویه هم سیستم صوتی. این ساعت جگواره که میبینید، این پشتش هم XJ هک شده. یه نکته جالب این که بذارید من البته یه خود کولر بگیرم. دوستان من اینجا واقعا دارم هلاک میشم، شما نمیدید با چه مشقتی من دارم فیلم تهیه میکنم براتون. خب این دریچه های کولر که اینجا میبینید، خب منو یاد خودرو بنتلی میندازه. بنتلی هایی که اکثرا سوار شدم تست کردم، اونا هم همچین دریچه هایی دارن. به خاطر همین میگم که آقا جگوار یه حس کلاسیک تور به آدم میده، تا اینکه لوکس کلاسیک، تا اینکه لوکس مدرن. به خاطر همچین المان هایی هست که اینجا شما میبینید.
این فرمونش هم برقی تنظیم میشه، من اینو ببرم بالا، صندلی‌ها که حالا برقیه که هیچ، به کنار. اینجا یه کاپ هولدر دارید شما، دوتا کاپ هولدر، یعنی میتونید لیوانتون رو قرار بدید. دست دندهش حالا الان نحوه باز و بسته شدن اینم بهتون نشون میدم، خیلی باحاله. یه همچین فضایی برای جافندگی و به قول یافتنی زیر سیگاری تعبیه کردن که به نظر من خیلی دیگه گنده است، الکی گنده است آخه اینقدر برای این. و این هم که کنسول وسطتونه، یو اس بی و اینا داستانشو داره. و این هم ببندم بعد بیایم بشینیم عقب ماشین. من یه نکته یه بهتون میگم دوستان، وقتی این قسمت قرار میگیرید، یعنی جای راننده قرار میگیرید، این نوار چوبی یه حس خیلی خیلی خوبی رو بهتون القا میکنه، یه حسی که واقعا بهتون میگم اصلا انگار سوار یک کشتی لوکس شدید، کشتی لوکس یا همون حالا یاتی که طرح چوبه و فلانه. اصلا میگم این چوبش فوق‌العاده است، من تو کمتر ماشینی یه همچین ترکیب چوبی دیدم که بخواد انقدر جذاب باشه، انقدر گیرا باشه. یه نکته خیلی جالب این که این قسمت بغل دستگیره سرنشینا، آره، عبارت جگوار هک شده. آها، در مورد این و حالا الان بیام بشینم، این نکته خاصی نداره، فقط در مورد همین دکمه‌ای که اینجا می‌بینید بذار بهتون بگم داستانش چیه. یه بار ماشین خاموش روشن کنم بچه‌ها، دوباره اینو ببینید شما، نگاه کنید، من اینو خاموش میکنم، رفت پایین، حالا روشن، اومد بالا. خب حالا بریم سرنشین و ردیف عقب رو هم ببینیم. این نمای پشت جگوارمونه، چراغای کشیده خیلی خوشگله، واقعا دیزاین طراحی این ماشین عالیه. البته در زمان خودش که بی‌نظیر بود. میگم ببینید این طرح چوب و این عبارت جگواری که اینجا حک شده. صندلی میگم هر دو طرف برقیه همینطور که میبینید. و یه نکته بسیار جالب این که برای باز کردن داشبورد شما فقط کافی این دکمه رو ببینید یه لمس ریز کنید. اینجا بذار من بهتون نشون بدم دفترچه راهنمای جگوارمونه، همینطور که می‌بینید اینم برای فضای داشبوردشه. نگاه کنید، اصلا فشار نمیخواد بدید، فقط لمس کنید و تمام. بذارم اینجا، چقدر جالب توی ستون دریچه تهویه هوا رو قرار دادن. بریم عقب ماشین رو هم ببینیم و اما قسمت عقب جگوار XJ لان. خب من یه نکته در مورد جگوار XJ لانگ بهتون بگم و اونم این که اختلاف 12.5 سانتی متری طول ماشینه، یعنی این از نسخه استاندارد 12.5 سانتی 13 سانتی طولانی تره، بلندتره، اونم بیشتر به خاطر اینکه ردیف عقب سرنشینا راحت بشینن. ببینید واسه هر دو تا سرنشین مانیتور داره. حالا میریم بقیه قسمت‌های ماشینم میبینیم. خب حالا بریم داخل کابین بشینیم ردیف عقب، ببینیم که دنیا دست کیه. خب اینجا همینطور که میبینید سیستم تهویه دادید، ولی فکر کنم قفل شده. ای بابا موندیم اینجا، هیچ، تمام. خب چه این دریچه های باد خنکی میزنه به همون. خب دوستای عزیز، یه آینه اینجا گذاشتن مثل سری 7 و اسکلاس. این دستگیره، پرده های بغلش کاملا دستیه، نه برقی. بعد دیگه صندلی ها فکر نکنم برقی باشه، نه بعید میدونم. اینجا یه کنسوله، بذار بهتون نشون بدم این کنسوله چیا داره. اینو باز میکنیم، یه کاپ هولدره و
این سوکت ها یه برای فکر کنم همون هدفون هاست. بعد ببینیم اینجا چی داره. بذار من اینو واس کنم. عجب. اینجا یه حالت آیپد تور هست. حالا آیپد نیست ولی خب بالاخره یه دستگاهی که میتونید یه سری کارا رو اینجا انجام بدید، باهاش موزیک گوش بدید، صفحه نمایشاتون رو روشن و خاموش کنید. ببینم الان مثلا من اگه بخوام listen to music ببینم چیزی داریم یا نه. رادیو سبا. خب من اون صداشو کم کردم پس منطقه نباید صدایی بشنم، درسته؟ فقط رادیو فرهنگ رفت، رادیو جوان رفت و اینجور داستان ها. آها موزیک هم اینجا داره پلی میشه. ولی خب میگم متاسفانه من از اونجا عذرخواهی میکنم دیگه، چیزو قطع کردم صدا رو و به خاطر همین تصویر رو داریم صدا رو نداریم. یه چیز باحال، اینم خیلی حال کردم باهاش. ببینم این چی کار میکنه. کنم این نور مانیتور رو نه میشه تغییر ایجاد نکرد. دوست عزیز بیا بیرون. ببینم آقا من خیلی با این ور نمیرم، یه وقت خرابش نکنم بگم حسن رزوقی زد خراب کرد. چرا؟ بذار مانیتور رو خاموش میکنم. آها از این ورم مانیتور سمت چپ رو میگم که خاموش بشه. ببینید دینگ دینگ. آقا خاموش شما رو زایه نکنید دوست عزیز. نه مثل این که اصلا برنامهش این نیست که ما رو چیز کنمش، باید زایه هم کنم. میبینم اون الان خاموش نمیشه. چرا؟ بذارید روز بزنم این ور رو. خاموش نشد. اکی این هم از این. خلاصه خواستم این قسمت عقب هم بهتون نشون بدم. یخچال که نداره، البته خب نباید از این مدل خیلی انتظار داشته باشید. نسخه 6 سیلندره، چه بسا شاید 8 سیلندره داشته باشه. یعنی فضای عقب که کلا برای دو تا سرنشینه. تنها دریچه های سیستم تهویه همین هاست. ای کاش مثل اون جلو اینجا هم کار میکردن این توی این ستون. و این از این. آها شما از طریق این دکمه میتونید این سقف و شیشهش رو بازو بسته کنید. پرده عقب هم که برقیه، فقط میتونید همین یکی که این سقف عقب رو بازو بسته کنید. البته نه اینکه بازو بسته شیشه بلند شده، نه، فقط هم این نوار پارچه شکل رو بزنید کنار اگر خواستید یه آفتاب ریزی هم ببینید، مثلا آسمون رو ببینید. بعد در مورد این هم بگم که اینجا همش همه رکاب جگوار خورده. اینجا هم یه جای وسیله های ریز نمیدم، حالا آیپدی موبایلی چیزی رو میتونید اینجا قرار بدید. بعد بذار من اینجا هم نکتر بهتون بگم که تایرهای این ماشین پیزروه پیرلیه، درسته، و 19 اینچه. قسمت عقب ماشین همینطور که میبینید این از این. و اینکه هم از روی سویچ شما میتونید صندوق رو باز بسته کنید، همین که این دکمه رو بزنید صندوق اینجوری باز میشه. این هم فضای صندوق عقب. ببینم اینجا هم باید زاپاس و اونم باتری ماشین. البته این زاپاسیه که فکر کنم عادی مثلا همچون که روش نوشته تا 80 کیلومتر میتونید برید، نهایت سرعتتونم 50 مایل بر ساعت کنم هم 80 کیلومتر بر ساعت. این صندوقش هم بسته میشه اینجوری. اینم از این. یک دوری دوباره دور این ماشین بزنیم. فوق‌العاده است این جگوار، بسیار زیبا و خوش رنگ هم هست.
سال ساختش میگم 2012، دقیقا این همون اسی که اونجا میبینید. خب دوستای عزیز، امیدوارم از این گزارش خوشتون اومده باشه. مرسی از توجهتون، ممنونم. خوشحال میشم منو توی کانال یوتیوبم سابسکرایب کنید به اسم حسن رزاقی. تو اینستاگرامم که همیشه لطفتون بوده و خیلی ممنون، متشکرم ازتون. ایشالله با سری بعدی از ماشینای بهتری ازتون براتون گزارش بگیرم و پست کنم. خیلی ممنون، مرسی که توجه کردید. فعلا خداحافظ.